سلام عزیزان خوب خوش آمدین به چهارمین قسمت بحث های هفتگی دانشگاه ویتوپیا در این قسمت دوست دارم در موضوع سازمان های غیر مرکزی صحبت کنم و آنها را به شما توضیح بدم امیدوارم که هر جا هستین خوب و خوش و سلامت باشین و خوش آمدین به این قسمت اگه دوست دارین با اگه دارین خودتون رو ثبت نام کنین به دانشگاه بیتوپیا میتونین برین به وبسایت ما که بیتوپیا هست در آنجا خود رو ثبت نام میکنین اگه دوست دارین به شبکه های مختلفی که برای پیغام یا چیزهای دیگه استفاده کنین آن را در پایین صفحه خواهید دید گروپ تلگرام هم داریم که میتونین از اونجا به من یا کسای دیگه در گروپ ما صحبت کنین و پیغام بفرستین اگه سوالی داشتین اگه میخواین با هم دیگه کار کنیم یا چیزهای دیگه میتونین اون کار را انجام بدین خیلی خوشحالم که میتونم بهتون بگم یک حساب اینستاگرام جدیدن بهمون هدیه دادن و این را میتونین روی اینستاگرام بیتوپیا اندسکو پیدا کنین و خیلی مهمه برای که یوتیوب دست خیلی آدم ها نمیتونست دسترسیش یکم سخت بود برای همین اگه برین روی اینستاگرام ویدیو رو از این به بعد آنجا خواهید دید خیلی خوب شروع کنیم در این قسمت دوست دارم یه سیستمی بهتون نشون بدم که اسمش آرگانه آراگان سیستم های پشت بیت کوین رو برداشتن و برای سازمان درست کردن سازمان های غیر مرکزی استفاده شده این یعنی هر کی در هر جای دنیا هست میتونه این سیستم رو استفاده کنه و برای خودش یک سازمانی درست کنه که به هیچ کشوری و هیچ حکومتی و سازمانی دیگه وصل نی. خیلی شبیه به بیت کوین یعنی خود بیت کوین هم یه سیستمی است که در قدرتش دست هیچ کشور، هیچ سازمانی، هیچ حکومتی نیست. برای همین اگه اون سیستم رو برداریم بعد برای ساختن یه سازمان، یه شرکت استفاده بشه خیلی قوی میشه. یعنی اگه بخواین این سازمان یا شرکت رو ورداریم یا خاموشش کنیم بعد اینترنت خاموش بشه در آن لول این تکنولوژی ها میتونه مردم دنیا رو کمک کنه وقتی میریم روی وبسایت mainnet نقطه, آرگان نقطه اورگ میتونیم دو کار کنیم اولا میتونیم سازمان هایی که بقیه درست کردن رو ببینیم یا برای خودمون میتونیم یکی یه شرکت یا یه سازمان بستگی به چه نیازی داریم درست کنیم همه این سیستم با ایثیریم کار میکنه ایثیریم چیزی شبیه به بیت کوین ولی یه طوری درست شده که برای همچی استفاده خیلی کمک میکنه برای همین بیت کوین نمیشه مثلا برای همچی کاری به این آسونی استفاده شد بیت کوین فقط پول را برداشتن و غیر مرکزیش کردن خیلی استفاده دیگه هم داره ولی ایتریوم برای همین چ... برای همین کارا خیلی بهتره و آسان تره برای همین اگه بخوایم سازمانی درست کنیم و شرکتی روی این سیستم درست کنیم باید ایتریوم استفاده کنیم که معمولا حدود 5 دلار تا 10 دلار خرجشه که همه چیارو رو نصب کنیم و درست تمیز و این رو به دست بیاریم اگر دوست دارین فقط باش بازی کنین ببینین چطوری کار میکنه میخوایم به کسی نشون بدین میتونین برین رو تست نتش تست درست شده که نخوایم پولتون خرج کنین وقتی میخوایم باش بازی کنین یاد بگیرین اونم یک رای دیگه هست که آسان تر برای مردم پولم نمیخواد خرج کنین برای استفاده ما دوست دارم سازمان خود بیتوپیا رو به شما نشون بدم که میشه The یا Foundation و چیزی که جالبه هر کی در هر جای دنیا باشه اینترنت داشته باشه میتونه این سازمان رو ببینه ببینه ما چطوری داریم رای میدیم چه چه کارهایی در این پروژه هست و چیزهای مالی ها برای مثلا فایننس و این چیزها هم در اون هست و چه تخت تصمیم ها گرفته شده در اون سازمان برای بیتوپیا مثلا میتونیم ببینیم توکن یعنی وقتی یک سازمان روی این سیستم درست میکنین میتونین برای خودتون یه اکنامی یعنی یه, برای خودتون یه پول در آن سازمان هم تولید کنین که خیلی جالب میشه یعنی دیگه نمیخواد بگین سیستم ما به دلار یا این چیزا وصله برای که غیر مرکزیه برای خودتون هم یه کارنسی درست میکنین یه پول درست میکنین که در اون سازمان این استفاده میشه و خودتان را از سیستم های دیگه جدا میکنین که خیلی قدرت به دستتون میاد اونطوری بعد میتونین ببینین مثلا چه آدم های چقدر قدرت دارن در اون سازمان مثلا برای رأی دادن این نفر 55 درصد در دستشه و این هم بستگی داره به چقدر کار کردن چقدر برای این سازمان کمک کردن و اینها عوض میشه مثلا هر که بیشتر کار کرده قدرت رایش بیشتره میتونن هم یه طور دیگه دیزاینش کنی که هر نفری یک رای داشته باشه چه فرق داشته باشه کم کار کردن یا زیاد اینا همش میشه تو این سیستما عوضش کرد و اگه هر دوست دارین طراحیش میشه کرد بعد برای رأی دادن مثلا توی سازمانتون شاید بعد یا بخوان یه ایدیا رو با اون جلو برن میتونین اینجا رأی بدین و تصمیمی که گرفته شده برای همه از هر جای دنیا که بیان روی این میتونن ببینن قشنگ شفاف میشه یعنی سازمانتون شفاف میشه تصمیم گرفتین گرفت گرفتن این سازمان و رای دادن شفاف میشه یه قسمت دیگه هم داره برای فایننس مثلا چیزهای مالیاتی گفتم برای ما سازمان خودمون برای خودمون یه توکن درست کردیم که پول خودمون هست و میتونیم با این پول آنهایی که میخوان مثلا کمکمون کنن برامون با هم دیگه کار کنیم این چیزها میتونیم اینو برای استفاده کنیم برای اینکه همین پول روی دانشگاه بیتوپیا میشه استفاده کرد برای درس خوندن برای خیلی کارهای دیگه برای همین چیز جالبه میشه در آن اپلیکیشن های دیگه مختلف هست چیزهای مختلف دیگه هست معمولا این بقیه رو بقیه رو برای بقیه, بقیه مهم نیست ولی برای, بقیه بقیه نیست برای کاری که ما داریم میکنیم مهم بود مثلا چیزایی مثل ریوارد که مثلا جایزه دادن اگه مثلا یه نیازی داریم به یه کار برای مثلا وبسایت بیتوپیا از انگلیسی ترجمه بشه به فارسی ما میتونیم اونو اینجا بذاریم از دوباره هر کی در هر جای دنیا باشه اینو میتونه ببینه و انجام بده و برای به خاطری که سیستم پشت بیت کوین و ایتریوم و این سیستم های غیر مرکزی طوری که طراحی شدن خیلی سریع خیلی تمیز پول رو به اون دست میشه فرستاد و همه میبینن که این سازمان چطوری کار کرده چطوری جلو رفته چه هایی گرفتن و خیلی از دوباره این حرف رو میزنم شفاف میشه یعنی دیگه مشکلی با کسی نیست که چیزا چطوری انجام شده و این چیزی است که ما واقعا نیاز داریم در دور دنیا که سازمان ها شفافتر باشن مردم بدونن پولی که رفته در این سازمان چطوری خرج شده چطوری تصمیم ها گرفته شده و چطوری رأی دادن چقدر قدرت دست کیه ولی مثلا اسم آدم ها در آن نیست برای که تکنولوژی های پشت بیت کوین یکم خصوصی است یعنی اجازه میده که مردم اسم خودشون رو نگه دارن و با آدرس های کیف دیجیتالی برای ایتریومشون رو استفاده کنن و لینک میشه به اون اگه دوست دارین درباره این موضوع بیشتر یاد بگیرین میخواین برای خودتون یه سازمان درست کنین میخواین سازمانی که الان در اون کار میکنین یا مال شرکتی که شاید دستتون باشه روی این سیستم از دوباره طراحی بشه که ببینید چطوری کار میکنه برای خودتون استفاده کنین به من یه پیغام بفرستین و میتونیم با هم دیگه این کار را انجام بدیم اگه دوست دارین هم درس بخونین در وبسایت ما یه پیغام بفرستین و میتونیم در مورد این موضوع یه کلاس شروع کنیم چیزی که خیلی مهمه توضیح و چیزی که برای مردم در کشورهایی که مثلا سازمان درست کردن یه سازمان یا یه شرکت خیلی سخته این سیستم ها خیلی مهمه و خیلی میتونه مردم رو کمک کنه برای همین اگه دیدین کسی که دنبال همچین چیزی هست میتونین لینکش رو براشون بفرستین یاد بگیرن شاید هم یه طور دیگه استفادهش کنن که من توضیح ندادم و خوشحالم که ببینم بقیه مردم این سیستم رو چطوری برای خودشون استفاده میکنن این قسمت رو اینجا تمام میکنیم اگه دوست دارین بیشتر یاد بگیرین تلگراممون هست اینستاگراممون هست و خوشحال میشم بشنوم شما چه ایدیایی دارین چه نظری دارین و بله خیلی ممنون تا هفته دیگه روز خوبی داشته باشین و خداحافظ